عبدالصبور قانی امروز رسما کارش را به عنوان والی هرات آغاز کرد. والی جدید هرات مهار ناامنی در ولسوالی ها، جلوگیری از آدم روایی ها و مبارزه جدی با فساد را از اولویت های کاری به هراتیان یاد کرد. از سوی شورای ولایتی هرات از آنچه تمرکز قدرت در مرکز و نبود صلاحیت نزد والی ها عنوان می کند، می گوید این موضوع به شدت نگران کننده است. همکارم با شرح بیشتر این خبر. در اوضاعی که هرات شب و روزهای نارامی را از ره گذر امنیتی سپری می کند، حکومت در اقدامی سید وحید قتالی را از رهبری اداره محلی برکنار و بجای آن عبدالصبور قانع را به عنوان والی جدید گماشت. والی تازه معرفی شده به هرات در این مراسم مهار ناامنی در ولسوالی ها، جلوگیری از آدم ربایی، مبارزه جدی با فساد و تقویت حکومتداری خوب را از اولویت های کاری به هراتیان یاد می کند. اول قمانده واحد، قماندان جنگ، قماندان قول اردوی 207 ظفر است. پلیس و امنیت ملی در هماهنگی هم در جنگ اشتراک و از قماندان قول اردو در جنگ مکلفیت به اطاعت دارند. تجربه نشان داده که چندستگی جنگ در نبرد مشکل را در خط نبرد بیشتر ساخته. نیروهای قهرمان امنیتی تحرکات نظامی را در زمین باید آغاز کنند. عبدالصبور قانه پیش از این سابقه کار به عنوان رئیس عمومی امنیت ملی هرات و معین ارشد وزارت امور داخله را داشته است. اما شورای ولایتی هرات در این مراسم با انتقاد از نبود صلاحیت در نزد والی ها و تمرکز قدرت در مرکز کشور، خطاب به والی تازه معرفی شده هرات میگوید که اگر صلاحیت نداشته باشد، آبرو و عزتش در هرات هیچ می شود. یک پیروت پیدا نمیشد بیاره، یک توره پیدا نمیشه که بر بابی. اگر نیست بگین. اگر ممی سیستم پیش بره اوضاع هرات بد شده بدتر ترزی هم میشه. پس چی خوب ما آمادی با یک صلاحیت آمتا هم آماده باشی به ولایت هرات. نه که شما هر چه زنگ بزنی عرض کنی، التماس کنی، خواهش کنی وزیر دفاع بی وزیر دفاع، وزیر داخله بی وزیر داخله، خیر جور میشه. افغانستان هم شمید هست. این گپی که از مرکز به تو میگه همون رقم باش، مگر جنازه مردم بربردی برد اینجا بنگاه و آبروی عزت و تزی ولایت میره. امیدوارم با یک صلاحیت، با یک هماهنگی ارتباطات کامل با مرکز به ولایت هرات موجی، وگرنه بزار مشکل کلون بخوری که نفهمی کدو بر بری تیبرد به می شرایط فعلی که ما میفهمیم. والی پیشین هرات نیز میگوید آنچه مردم از او توقع داشتند نتوانسته انجام دهد، اما او تلویحاً به کمبود امکانات و صلاحیت های خود اشاره میکند. ما از همه شما بابت تمام ضعف ها معذرت میخوام. شما لایق و شایسته از این بودین که ما بیشتر در خدمت شما باشم، اما در شرایط کنونی امکانات همین بود. ما به دعای شما و به همت این برادرهایی که اینجا دوره میزن 1200 حمله تروریستار در 11 ما دفع کردن. از سوی هم شهروندان هرات تاکید دارند که والی تازه معرفی شده باید در گام نخست به مهار جرایم جنایی در شهر و مدیریت جنگ در ولسوالی ها توجه جدی نماید. در رابطه به ناامنی ها، اختطاف ها، ترور ها و سقوط ولسوالی ها اولویت کاریش باشه و در این رابطه اقدام های جدی بکنه تا باشه مردم پریشانیشان از بابت ناامنی در شهر کم بشه. والی صاحب جدی در این شرایط معرفی میشه که اکثریت ولسوالی های هرات در محاصره قرار داره، در جنگ قرار داره. ما از او میخواهیم که ام یک با ابتکار و برنامه‌ریزی جدی روی محو نابودسازی طالبان فعالیت بکنه و هرات را از این حالت بیرون بکنه. والی جدید هرات در حالی به کارش آغاز کرد که همکنون بر بنیاد گزارش های مردمی چندین ولسوالی در محاصره گروه های مخالف حکومت قرار دارد و تا گزارش های از سقوط ولسوالی هوبه نیز دست به دست می شود. با این حال گذشته زمان نشان خواهد داد که آغاز به کار یک نظامی به عنوان والی در این اوضاع تأثیر روی وضعیت امنیتی هرات خواهد گذاشت.